سلام مردم، خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی ساعت 10. خب همونطور که میدونید آمریکا اعلام کرد که نیروهاش رو از سوریه بیرون میکشه، کردهای سوریه، و یه جورایی خیانت کرد و شبه نظامیان کرد سوریه هم اعلام کردن که آمریکایی ها ما رو تنها گذاشتن در جنگ با ترکیه. آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در همین باره صحبت کردن، گفتن که مصیبت در شرق فرات رخ داده، صهیونیست‌ها عزا گرفتند. آقای نصرالله گفتن که چرا رهبر انقلاب خداوند حفظشان کند می‌فرماید با آمریکایی‌ها هیچ گونه مذاکره‌ای نخواهیم کرد، چون تجربه ثابت کرده آنها به توافق‌ها و تعهدات هیچ گونه پایبندی ندارند، با آنها همپیمانی هم ندارند. نگاه کنید یک شبه با کردها در منطقه شرق فرات چه کردند. رسانه‌های اسرائیلی رو پیگیری کنید، مصیبتی در شرق فرات رخ داده، صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی عزا گرفتند، چون اوضاع رو می‌بینند. این سرنوشت کسانی است که به آمریکایی‌ها دل خوش کنند. این عاقبت هر کسی است که سرنوشت خود را به آمریکایی‌ها گره بزند. این پیامی برای همه ملت‌ها، قدرت‌ها، حکومت‌ها و احزابی است که به آمریکایی‌ها تکیه کردند و به آمریکایی‌ها دل بستند. خیانت آمریکا به کردهای سوریه در جنگ با ترکیه رو ببینید. ولا مواثيق. انا كنت بدي احكي بالسياسي. وايضا خبر بعدی درباره آمریکا هست. گزارش CNN از تلاش برای مخفی نگه داشتن مکالمه اوکراین. شبکه خبری CNN در گزارشی به تلاش‌های کاخ سفید برای مخفی نگه داشتن محتوای مکالمه تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین از همان ساعت اولیه اشاره کرده. بنا به این گزارش، دستیاران امنیت ملی دونالد ترامپ نسبت به درخواست وی از رئیس جمهور اوکراین جهت گشودن پرونده علیه پسر جو بایدن نگران بودند. حداقل یک مقام شورای امنیت ملی آمریکا نگرانی خود را به وکلای دولت ابراز کرده و وکلا هم دستور داده بودند که متن مکالمه به یک سرور با سطح طبقه بندی بسیار بالا منتقل بشه. در همین باره یک خبر دیگر هم داریم که اکثر آمریکایی‌ها از استیضاح ترامپ حمایت می‌کنند. نتایج جدیدترین نظرسنجی نشون میده که اکثر آمریکایی‌ها از تحقیقات مربوط به استیضاح دونالد ترامپ حمایت می‌کنند. تازه‌ترین نظرسنجی مشترک NBC و وال استریت جورنال نشون میده اکثر شهروندان آمریکایی به خاطر درخواست ترامپ از اوکراین برای تحقیق درباره جو بایدن از تحقیقات مربوط به استیضاح ترامپ حمایت میکنند، ولی افکار عمومی آمریکا درباره اینکه آیا ترامپ از قدرت باید برکنار بشه یا نه اختلاف نظر دارند. این نظرسنجی نشون میده 51% آمریکایی ها بر این باورند که اتهامات مربوط به گفتگوی جنجالی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین بسیار جدیه و باید در این باره تحقیقات کاملی انجام بشه. در شرایطی است که 49% شرکت کنندگان در نظرسنجی از برکناری ترامپ از قدرت مخالفت کرده و 43% هم خواستار برکناری ترامپ شدند. خبر بعدی هم باز درباره آقای ترامپ است. آقای ترامپ یک طعنه توییتری به هیلاری کلینتون نوشته، گفته که ترامپ، خب در این توییتری که نوشته هیلاری کلینتون کلاهبردار باید وارد رقابت‌های انتخاباتی 2020 ریاست جمهوری آمریکا بشه تا با تلاش اون رو از الیزابت وارن بربایه. تنها یک شرط وجود داره، این کلاهبردار باید جنایت‌ها و بزهکاری‌های بزرگ خود، از جمله اینکه چگونه و چرا 33,000 ایمیل رو پس از دریافت احضاریه سی پاک کرد، توضیح بده. خب خانم کلینتون هم در حالا تصویر بعدی که ملاحظه می‌فرمایید در توییتش نوشته که واکنش نشون داده به ترامپ و گفته که وسوسه‌ام نکن. گویا آقای ترامپ یه درباره ظاهر خانم کلینتون هم صحبتایی کرده که خانم کلینتون هم بهش گفته که سر تو کار خودت باشه. بریم سراغ خبر بعدی. روسیه گفته که سیاست اول خلع سلاح هسته‌ای آمریکا درباره کره شمالی کارایی نداره. اونجوری که نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین تأکید کرده، گفته این سیاست اول خلع سلاح هسته‌ای آمریکا درباره
کره شمالی کارایی نداره و باید رویکردهای خلاقانه تری در پیش گرفته بشه. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در پیامهایی در توییتر به دیدارهای بین نمایندگان کره شمالی و آمریکا در استکهلم سوئد اشاره کرده. او در پیام توییتری نوشته که پس از دیدار در استکهلم این موضوع بیشتر آشکار شد که مذاکرات آمریکا کره شمالی اگر نگوییم در بنبست اما در شکل بدی قرار داره. دلیل نگرانی اینه که کره شمالی هشدار داده که زمان برای مذاکرات ممکنه با پایان سال 2019 هم تمام بشه و نباید اجازه داده بشه که فرصت باقی مانده از دست بره. آقای اولیانوف گفته که رویکردهای خلاقانه تر با تاکید بیشتر بر مشوق‌های مثبت در ازای گام‌های صحیح کره شمالی یک ضرورته. این موارد دقیقاً در قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل که از سوی آمریکا فراموش شده فراهم شده است. و خبر آخرمون ادعای خانم سوزان رایس درباره دیدار با محمد خزائی همتای ایرانیش در سالهای گذشته بوده. نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل در کتاب خاطراتش مدعی شده با محمد خزائی سفیر وقت ایران در سازمان ملل دیدار کرده. سوزان رایس سفیر اسبق آمریکا در کتاب خاطراتش این مطلب رو نوشته در کتابش با عنوان عشق مخمس آفرین، حکایت‌های من درباره آنچه ارزش جنگیدن داشتند. نخستین دیدار خودش رو با آقای خزائی اینطور شرح داده که نخستین ملاقات من با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل از یک روز بعد از ظهر در شهر نیویورک در روز روشن شروع شد و گفته به جای پیدا کردن کنجی ساکت در سازمان ملل که موجب حیرت همه میشد یا میزبانی از او در مقر نمایندگی آمریکا که پر از روزنامه نگار بود، قرار شد در محل اقامت محمد خزائی با او ملاقات کنم. روز و روزگارتون خوش. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.